سلام. سلام هستی. خوبی؟ هستی؟ خوبم. رفی خسته شده. چرا؟ از شدت درد شبا خوابم نمیبره. فکرم آرام نیست. ولی میرم پیش دکتر، دکتر میگه تو جور هستی. میفهمی شبا وقتی مرم پیش بچیم، طرف بچیم سعی میکنم، طرف خانومم سعی میکنم، چقدر زجر میکشم. یکی ما با اونا مهربان باشم، یکی وقتی که ما در کنار از اونا حضور دارم اونا آرامش داشته باشه. ولی متاسفانه برعکس، احساس میکنم من میگه در خانه میرم جای برشون قید میشه. پیش دکتر روانشناس رفتی تا الان؟ ما فکر میکنم اگر من یک بار پیش دکتر روانشناس برو، شاید مثلا مشکلات روانی باشه، مثلا از لحاظ روحی و روانی شاید مثلا احساس میکنی که جانت درد نکنه باشه، که اصلا شاید درد در جانت نباشه. رفتم پیش روان درمان. زمانی که امروز صحبت کردم، یه تاریخچه زندگی من از کودکی، از وقتی که در یادم هست تا این می لحظه را از من پرسان کرد. من گفتم تو کس پیشم چی میشد؟ گم میشد اینا، بعد با هم بد رفتاری میشد. قشنگ یادم است که بیادر کلان مرا گرفت. او دوران البته دو تا قوچ گم کرده بوده، بعد آجی بیادرم باران هم بارده بود تازه پیش خانه بین گل. خلاصه تا تانست خود مرا چند قپاق زد، ایسو کشال کرد، ایسو کشال کرد، فرار کردم رو پیش پدرم. خدا رحمت کنه، پدرم امرا زد. بعد مادرم در خانه داشت قرو دوا میکرد با سنگ. رفتم پشتر از این قایم شدم که بلکه من نزنه، این که سنگ زد در سرم. تا زمانی که دکتر برای من گفت که مشکلات رو که دوران کودکی اینا سپری کرده باعث شده که اثراتش اینا رو بکنه. این دردی من گفت درد عصبی هست. دانستنش یک مقدار کمک کردن، ولی بیشترین کمکی کردن و چیزایی هستن که و مشورایی هستن که دکتر به ما دادن. فعلا دمی جلسه بعد از جلسه سومی دکتر مرا هیچ چیز ناراحت نمی سازن. بعد 3 سال امسال دکتر روانشناس تشخیص کرد که تو دردای عصبی داری، حالت افسردگی است، مشکل روانی داشت. مریضی است، چه سرطان است، چه مشکل معده است، چه ضربی هست، چه تبرکلوز هست، حالا هر مریضی که هست آدم نباید، چه حالت روانی هست، در کل نباید خجالت بکشه.